به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به دو خبر فوری که تازه به ما رسید. هشدار هواشناسی درباره احتمال بارندگی و جاری شدن سیل در چندین ولایت. ریاست هواشناسی درباره احتمال برفباری در ارتفاعات و بارندگی های پراکنده همراه با سیل و طوفان در 11 ولایت هشدار داده و گفته است که روز یکشنبه 23 میزان احتمال وقوع برفباری در برخی ولایات وجود دارد. طبق اعلامیه این ریاست، امروز احتمال وقوع برفباری در کابل و ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، پنشیر، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست وجود دارد. ریاست هواشناسی مقدار بارندگی در نقاط مختلف را بین 10 الی 20 میلی متر و مقدار برف را 2 الی 5 سانتی متر پیش بینی کرده است. این ریاست همچنین گفته است که در ولایت‌های شمال، شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب غرب و مرکزی و شمول سالنگ‌های احتمال وزش بادهای نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 20 الی 65 کیلومتر در ساعت خواهد بود. زلزله قوی‌تر از چند روز پیش هرات را با تمام توان تکان داد. آمو تیوی می‌نگارد زمین لرزه به بزرگی 6.4 ریشتر صبح امروز یکشنبه هرات را لرزاند. مرکز این زمین لرزه ولسوالی زندجان در 40 کیلومتری هرات بوده و در 10 کیلومتری زمین اتفاق افتاده است. باشندگان شهر هرات از وقوع چند پس لرزه پس از زمین لرزه اول خبر دادند. اولین زمین لرزه صبح امروز یکشنبه 23 میزان ساعت 8:06 دقیقه به وقوع پیوسته است. این زمین لرزه در شهرهای مشهد و تربتجام کشور ایران نیز احساس شده است. این در حالی است که شنبه هفته گذشته زمین لرزه با قدرت 6.3 ریشتر ولسوالی زندجان ولایت هرات را لرزان و خسارات جانی و مالی زیاد بر جا گذاشت. اما اطلاعات روز این گونه گزارش داده است. مرکز زمین لرزه نگاری آمریکا مرکز زمین لرزه را شمال غربی هرات گفته است. طبق اعلام این مرکز، ولسوالی زندجان و کرخ و همچنان مناطق چهاربرجک و قره‌باغ لرزیده است. یکی از باشندگان شهر هرات نیز قدرت این زمین لرزه را قوی توصیف می کند. اطلاعات روز می گوید که زمین لرزه 6.3 ریشتری بار دیگر غرب افغانستان را تکان داده است. این در حالی است که شمار از باشندگان شهر هرات از بیم وقوع زمین لرزه های بیشتر از یک هفته به این سو در کنار جاده ها نیز زیر خیمه ها زندگی می کنند. این در حالی است که در هفته گذشته چندین زلزله و پس لرزه ها این ولایت را تکان داده است. براتلی یکی از باشندگان هرات می گوید که از 6 روز به این سو در خیمه زندگی می کند. او می گوید که از وقوع زمین لرزه دیگر می ترسد و خانه اش نیز به اندازه کافی مقاوم به نظر نمی رسد. این باشنده هرات می افزاید: ما از 5 یا 6 روز گذشته از زمان زلزله اول اینجا در جاده سپری کرده ایم، زیرا خانه های من به اندازه کافی مقاوم نیست، بنابراین از ترس زمین لرزه های بیشتر اینجا زندگی می کنیم. امیدوار هستیم که به هراتیان این بار آسیب جدی نرسیده باشد. این تصاویر را یکی از مخاطبان رادیو آزادی شریک کرده که نشان می دهد یک خانه در شهر هرات از اثر زلزله امروز یکشنبه قسمان خسارمند شده است. اما این در حالی است که شماری از آسیب دیدگان زمین لرزه هرات می گویند که به خدمات بهداشتی بسنده دسترسی ندارند. محمد عمر، باشنده روستای نافه رفیع ولسوالی زندجان هرات، از جایی که گواه زلزله 6.3 ریشتری بود و تلفات انسانی زیادی داشت، او به گزارشگر آمو گفت: ساعتها زیر آوار گیر مانده بودم، من از ساحه سر زخمی شدم، ما با کمبود دوا و خدمات اولیه بهداشتی روبرو هستیم. در یکی از اردوگاه‌های موقتی که در ولسوالی زندجان هرات ایجاد شده است، آسیب دیدگان زمین لرزه در آن بود و باش دارند. برخی از این آسیب دیدگان میگویند که از یک هفته به این سو با مشکلات چون کمبود غذا، آب و آشامیدنی، سرپناه و خدمات بهداشتی روبرو شدند. در این حال وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرده است که برای کمک به زلزله زدگان هرات یک شفاخانه سیار آماده می کند. این وزارت می گوید این شفاخانه علاوه بر تجهیزات پزشکی و دارو با انجام عملیات های جراحی پیشرفته زخمیان را درمان خواهد کرد. امارات متحده عربی می گوید که کار ساخت این شفاخانه را روز شنبه
در هرات آغاز کرده است. همچنین امارات متحده عربی روز شنبه دو هواپیمای عامل 53 تن کمک های امدادی را برای آسیب دیدگان زلزله هرات ارسال کرده است. امارات متحده عربی می گوید که این محموله شامل بسته های غذا و 500 چادر برای پاسخگویی به نیازهای هزاران نفر از مردم آسیب دیده، به ویژه کودکان، زنان، سالمندان و بیماران است. و خبر فوری که از کاپیسا به ما رسید، فرماندهی امنیت طالبان در کاپیسا می گوید که در اثر انفجار یک سرگلوله در ولسوالی الهسای این ولایت، یک کودک 10 ساله کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. در اعلامیه این فرماندهی آمده است که این رویداد حوالی ساعت 10 قبل از ظهر شنبه در روستای نوآباد ولسوالی الهسای به وقوع پیوست است. بر اساس این اعلامیه کودکانی که در این رویداد زخمی شدند 11 و 12 ساله هستند. فرماندهی امنیت طالبان در کاپیسا گفته است که این کودکان برای درمان به مراکز صحی منتقل شدند. انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ها در کشور هر ازگاه در ولایت های مختلف از شهروندان قربانی می گیرد. در بسیاری از موارد قربانیان این گونه انفجارها کودکان هستند. و در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. سفارت ژاپن در کابل خبر داد که محموله کمک های بشردوستانه این کشور برای زلزله زدگان غرب افغانستان به میدان هوایی کابل رسیده است. این سفارتخانه روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کالاهای امدادی اضطراری شامل خیمه، پتو و توشک خواب است. سفارت ژاپن گفته است این کمک ها در میدان هوایی کابل به هلال احمر افغانستان تحویل داده شده است. این در حالی است که اندپندنت فارسی همچنان گزارش کرده است که صبح امروز یکشنبه 22 میزان زمین لرزه بار دیگر بخشهای از غرب افغانستان را تکان داد. مرکز زمین لرزه نگاری ایالات متحده آمریکا گفته است که این زلزله به بزرگی 6.4 درجه ریشتر اتفاق افتاده و بخشهای از ولایت‌های هرات و بادغیس متاثر شده. از رسانه‌های ایرانی هم گزارش دادند که این زمین لرزه در بخش‌های از استان مشهد ایران احساس شده است. تاکنون جزئیات از خسارات احتمالی این رویداد در دست نیست. برای جزئیات بیشتر این خبر با ما باشید. تا بعد، بدرود.